به نظر من کار هنری و خیلی از موضوعات هنری خیلی در واقع تکراریه. مهم اینه که چجوری میخوایم اون رو بگیم. یکی از این شکلات ها هست، فکر کنم این قرمزش باشه. وقت میخواهید؟ تو دهنه ترق بازی میخواهید. شاید بستر فرهنگی شیراز در کار هنری خیلی، کار هنری من لااقل مؤثر واقع شد. هم فضای ادبی که در واقع خیلی خیلی تهیج کننده بود، هم فضای خانوادگی، چون من مادرم هم نقاشی میکرد به صورت تفننی، و فضای کتابخانه پدرم، و به اصطلاح همه اینها یه فضای فکری رو برای من رقم زده بود که به اصطلاح شاید از همون بچگی نقاشی و کار هنری برای من خیلی پررنگ شد. فرایند کار هنری در من خیلی خیلی متنوع اتفاق میفته، بسته به موضوعی که دارم کار میکنم و مجموعه‌ای که دارم کار میکنم. تو سالهای اخیر این فرایند خیلی متنوع تر پیش رفته. من مثل یه کارمند آتلیه نمیام، گاهی وقتا عصر سر میزنم، گاهی وقتا صبح میام، ولی بیشتر از نور روز استفاده میکنم، مگر ضرورتی باشه از نور شب باید نور افکن استفاده بکنم. مجموعه که الان دارم کار میکنم، خب بر اساس کار روی عکس پیش میره، عکسی که پرینت گرفته شده، و در واقع این ویژگی فرهنگی عکس خیلی برای من اهمیت داره. چهار سالیه که از آلبوم‌های خانوادگی جمع کردم، یه سری از عکس‌های پدرم هم توشه، برای جوونی‌هاش، و با یه نگاه مطالعات فرهنگیه. در واقع بیشتر روی مسائل به اصطلاح ورود مدرنیسم به ایران و ساختمونا، نمیدونم خود این که اصلا توی چجوری ما از اصلا روی زمین، غذا خوردن روی زمین به روی میز رفت،
در ادامه اون مجموعه قبلیمه که یه جوری از رکس ها کار میکردم و اتفاقا عکس رو به نقاشی تبدیل میکردم، این یه جوری برعکسشه. ولی خب دشواریش اینه که باید خود عکس بهت بگه چی میخواد، چه لکه هایی میخواد، و این حتی برای من یکم سخت‌تر از خود نقاشی روتین پیش میره، برای اینکه کجا بذاری و چی بذاری توی اون فضا خیلی اهمیت داره. دورهای مختلف نقاشی من خیلی متنوع شکل گرفته. گاهی وقتا از یک موتیو یا بازی شروع میشه، گاهی وقتا از یک تصویر یا یک فضای فکری شروع میشه که این فضای فکری در واقع با خوانده های من، با تجربه بصری من خیلی ارتباط مستقیم داره. و خب من در واقع سعی میکنم این فضا رو هدایت بکنم به سمت بیان بصریم، و توی این مسیر تقریبا هر چیز تصویری یا نوشته یا فیلم و هر چیزی که به کمک من بیاد توی این مجموعه ازش استفاده میکنم. و خب در واقع بسته به اینکه چه کاری دارم میکنم، چون مثلا گاهی وقتا مثلا ویدیو آرت های من در یک فرایند اتفاقی شکل میگیره و در اونجایی که هستم یه دفعه تصویر و اتفاقی میبینم و به اصطلاح ازش تصویر برداری میکنم، گاهی وقتام خیلی ساخته شده است و قبلا روش فکر شده. جهان تصویری من از هم فرهنگ شرق هم فرهنگ تصویری غرب تأثیر گرفته و از هر دو استفاده کردم، هر جا که در واقع موردش بوده. خب دوره‌های اولیه من خیلی خیلی تحت تأثیر فضای نقاشی ایرانی هست، و منتها من این فضا رو تکرار نمی‌کردم. اتفاقا خیلی دنبال جنبه‌های درونگرایانه و فکریش بودن، اینکه چرا مثلا در نگارگری ما رنگ طلایی استفاده میشه، چرا رنگ‌ها به این شکل اتفاق می‌افتند، یا موتیف‌ها یا در واقع پیکره‌هایی که در نقاشی ایرانی وجود داره با چه به اصطلاح دیدگاهی به این شکل در اومده، و خود این مکانیزم در واقع ساخته شدن تصویر و در واقع مکانیزم تاثیرگذاریش یک دوره دغدغه من شد.
یه دوره‌ای من روی لباس کار کردم و مفاهیم شاید عرفانی که پشت این ماجرا قرار داره، مفاهیم ادبی که پشت این لباس یا قبا وجود داره. و خب یه دوره‌ای در واقع مجموعه من شد شاعران شهید یا عارفان شهید، که در واقع خیلی هم با این دوره قتل زنجیره‌ای همراه بود. و ولی در واقع لباس‌های عموماً صفوی و قاجاری بودن که برش‌هایی رو خورده بودن و خود این برش‌ها برای من یک جور شکل شمایلی میداد به این لباس‌ها، یعنی بدون اینکه من پیکره‌ای بکشم در واقع این لباس‌ها حضور اون شاعری که در واقع در شکل تاریخی ما وجود داشته یا نویسنده، مثل سهروردی، مثل روزبهان، مثل عطار و حلاج، اینها رو به یه شکل با اتمسفری متفاوت نشون میده. دشواری شاید کاری هنرمند این هست که چطور خودش رو تعادل بده بین فضای جامعه و فکرهای پیشرویی که احیانا براش اتفاق میفته. برای خود من واقعا هیچ وقت در زمان خلق مخاطب و دانسته هم خیلی مهم نبوده، یعنی این پشت اون مرحله فکریم قرار می گرفته و هیچ وقت خودم رو چارچوبی نذاشتم و در آزادی کامل همیشه کار کردم. کار من یه جوری بدو بستون داره با هم و در واقع رسانه‌های مختلفی که باهاش کار می‌کنم روی من تأثیر گذاشته و بعد روی کارهای بعدیم تأثیر می‌ذاره و این به نظرم خیلی جذاب هست. برای اینکه من حتی مثلا با گوشی موبایلم یه مجموعه رو کار کردم و نشون دادم موقعی که مثلا سر کلاس دانشگاه بودم و خیلی نمیتونستم در واقع شاید با تمرکز یا گستردگی که کار نقاشی داره کار بکنم، نقاشی خیلی کوچیک موبایلی کردم، کار کردم و روی عکس و بعدش هم از همونجا ایمیلش کردم به چاپگرم و چاپ کرده و شد نمایشگاه آتش در که توی نگارخانه آن بود. مثلا بعضی از این فرما، مثلا این فرم زنجیره، زنجیره چرخه، و این فرمی یه جوری بدو بستون داره، حتی خشایی که تو عکس افتاده با اون خشایی که من با مداد گذاشتم.
در دوره‌های بعدیم یه مقدار از سیطره زبان تصویری نقاشی ایرانی در اومدم و یه مقدار فضاهای اجتماعی تر و همینطور عکس خیلی رو کار من تأثیر گذاشت و همینطور آیکون‌های فرهنگی که ما همواره باهاشون سر کار داریم. مثلا من یه دوره‌ای تو دوران دبیرستان خب اتاقم پر پوستر بوریسلی بود چون اون دوره هم کاراته کار میکردم و خود کاراکتر و آیکون بوریسلی به عنوان یه در واقع شخصیت فکری و همینطور یک شخصیت سینمایی برای من خیلی جذاب بود و همینطور در واقع یه شخصیتی که ورزش‌های رزمی کار میکرد. برای همین یه دوره فکر کردم که خب من چرا تالا از بوریسلی نقاشی نکردم، چرا از چارلی چاپلین که دوستش دارم نقاشی نکردم. در نگاه اول هیچ ربطی ندارن ولی در واقع آیکون‌های فرهنگی ما رو شکل میدن و قوام فرهنگ ما یا در واقع پیدایی جهان تصویری فکری ما تحت تاثیر این آیکون‌ها قرار میگیره، آیکون‌های شرقی و غربی. هنرمندی هستم که با جهان اندیشورزی و در واقع تعمق خیلی به اصطلاح بیشتر همراستا هستم. شاید مثل نقاشان زن قبل از اینکه چیزی رو بکشم در واقع در ذهنم اون رو تصور کردم و بارها انگار کشیدمش، برای همین شاید در واقع اون نیروهای نهانی یا اندیشگی که سیطره پیدا میکنه بر جنبه‌های دستورزانه من میچربه، هرچند که در واقع در خیلی از کارها ممکنه از خود اون دستورزی شروع بکنم.